روح الله رستمی، قهرمان خوشنام و خوش اخلاق پاره وزن برداری ایران، با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که از تیم ملی وزن برداری جانبازان و معلولین خداحافظی کرده. رستمی که سابقه کسب مدال طلا در پارالمپیک 2022 توکیو، بازی‌های پاراسیایی 2018 جاکارتا و مسابقات جهانی و مدال‌های دیگری را در کارنامه دارد، در این باره نوشت: دیروز بعد از حدود یک هفته که از تاریخ عملم گذشت به بیمارستان مراجعه کردم و با شکم برخیه داشته و گذشت زمان 3 ساعت و نیم در صف انتظار، بالاخره نوبتم شد. دکتر ناراحت بود. به دکتر معالج گفتم که میتونم به تمریناتم برگردم. گفت مشکلی نیست، میتونی از هفته دیگه شروع کنی. گفتم شما به من گفتید 4 هفته اصلا دست به وزنه نزن. نگاهم کرد و گفت ببخشید. به من از طرف مسئولینتون گفتن گواهی کنید که زودتر به تمرین برگرده که ما جلوی حقوقش رو نبندیم. از دیروز که این حرفا رو شنیدم حالم بده و برایم گران آمده و روحم آزرده شده. آقایان، من انسانم، ماشین کوکی نیستم که هر جور امر کنید بتونم اطاعت امر کنم. انگار هیچ کس نگران حالم نیست، همه نگران مدالند فقط. از این طریق خداحافظی خودم را از تیم ملی وزن برداری جانبازان و معلولین اعلام میکنم تا بیش از این جور مرا عزیزان دیگری نکشند و حقوق بیت المال را علکی مجبور نشن خرج من کنند. یا علی مدد. روح الله رستمی متولد 1368 در شهر قم زاده شده. او وزن بردار ایرانی در رشته وزن برداری معلولانه و قهرمان وزن برداری معلولان دنیا و قوی ترین وزن بردار جهان با شکستن رکورد پارا وزن برداری در سال 2021 است. تا به حال هیچ عکس دو نفری از این ورزشکار جوان ایرانی در مورد زندگی شخصی او دیده یا منتشر نشده. آقای رستمی کار خودش را در سن نوجوانی و در شهر تهران آغاز کرده و از طریق مربیان محلی وارد ورزش معلولان شده. او میگوید که من از کودکی به ورزش علاقه بسیاری داشتم، ولی معلولیت محدودیت‌هایی برایم به وجود آورد و آنطور که باید نتونستم توانایی‌هام رو به کار بگیرم. تا بعد از آشنایی با رشته وزن برداری معلولان زیر نظر کادر فنی و مدیر و مربی‌ها تلاش رو آغاز کردم و در کمترین زمان تونستم مدال طلای مسابقات جهانی آمریکا رو از آن خودم کنم و بعد از آن در رقابت‌های جهانی مالزی مدال نقره را به ارمغان آوردم. برای اطلاع از جدیدترین اخبار روز دنیا کانال ما رو سابسکرایب کنید.